در سخنان مریدان به مسیح به طور خاص معلمین و خادمین به تکرار واژه ایمان و در نصیحت و کلام پند متضاد آن را که بی ایمانی می باشد را می شنویم و به تعریف یافتیم که ایمان یقین و اعتمادی کامل است. مطابق نامه عبرانیان 11:1 نویسنده عبرانیان 11:1-3 اینگونه اعلام می کنه: پس ایمان اعتماده. اعتماد یعنی این که من این یقین رو، این باور رو دارم، به نوعی تجربه کردم. تمرکز تو از تمام آنچه که تا به امروز آموختی بردار، لطفا داری دوباره ایمان رو میخوای یاد بگیری، تستش کردی. پس ایمان اعتماد بر چیزهایی امید داشته شده است، یعنی آنچرا که نگاه من و دید من رو متمرکز یک تجربه خوب میکنه. اگر خداوند مطابق فیضش روزگاری دختر منو شفا داد، من باید حقیقتاً در شرایط بد فکری روانی قرار گرفته باشم که باز وقتی به حضور خدا میرم شک کنم آیا خدا بازم میتونه شفا بده یا نه. آمین که میتونه شفا بده. آمین. اگر خداوند در زندگی ما کاری رو انجام داد که باعث نجات ما شد، باید بپذیریم، پذیرفتیم که مراحل بعدی که در زندگی من هست و به عنوان مشکلات و سختی ها، باز خدا میتونه اون رو به خیریت تبدیل کنه. پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهانه، یعنی دلایل چیزهای نادیده، چیزی که ما خبر نداشتیم، نمیدونستیم، ولی شده. دکترهای من گفتن که دختر تو شفا نمیگیره، باید این قرصا رو بخوره. خب من تجربه کردم آنچه که دکترها درست گفته نظر علمی و پزشکی و آنچه را که مذهب به من نشون داد که چقدر این بر اون بر رفتم، چقدر نماز امام زمان خوندم، دخترم شفا نگرفت. اما با یک دعای 2-3 دقیقه یک کشیش مسیحی زاده ارمنی که من روش باور نداشتم، دختر من شفا گرفت. پس این امید من شده، امید من هستش که سه شنبه ها دعا میکنیم برای دختر تصادفی که قطع نخا شده و روح القدس من میگه به او بگو که او شفا خواهد گرفت. فرداش زنگ میزنه اعلام میکنه، میگه دکترها گفتن با توجه به تمام عکسایی که بوده اما بدن این سالم است. این امیدی هست که خداوند من داده، این امید خدا به تو داده، این ایمان تو هستش. ایمان تو منکر نشو، ایمان تو ربطی به دانش مسیحیتت نداره. نقطه ضعف کلیساهای ما امروز اینه که اسیر خیلی از دانش‌هایی هستیم که حتما خوب هست، فراموش کردیم ایمان ما با ارزشتر از دانش‌هایی است که داره به ما داده میشه. دزد بالای صلیب چقدر دانش داشت اما وارد ملکوت خدا شد، زیرا که به این برای قدم‌های ما شهادت است، یعنی برای کسایی که در گذشته بودن، افرادی که تجربه کرده بودن، این نیز یک گواهی هست. به ایمان فهمیدیم، یعنی به درک درست فهمیدیم که عالم‌ها به کلمه خدا مرتب گردید. مزمور 33:9 اعلام میکنه خدا گفت و شد. این رسول که نویسنده نامه عبرانیان هست میگه ما روی تجربه گذشتگانی رو یافتیم، تازه خودش رو مطرح نمیکنه. ما امروز هممون این تجربه رو داریم. اعلام میکنه حتی آنکه چیزهای دیدنی از چیزهای نادیدنی ساخته شد. شما الان امروز توی کلیسا خیلی چیزا رو دارید میبینید، از دوربین گرفته شده تا من، تا تمام این چیزهایی که هستن اطرافتون. اما اگر برگردید به 10 سال قبل، خیلی از این چیزها رو نمیبینید. مثل صندلی ها عوض شده، شاید دکور این کلیسا این گونه نبوده. 10 سال قبل من اینجا نبودم، 9 سال هست البته اینجا هستم و خیلی موضوعات دیگه اینجا بوده. اگه برگردید 1 قرن قبل، این کلیسا هم نبوده، درسته؟ اما امروز این کلیسا هست، این صندلی ها هستش، همه این چیزها هستش. اما شما میدونید قبل از این که بخواد اینها باشه، قبلش یک فکر بوده، یک ایده بوده. یعنی برای اینکه این پیانو اینجا باشه، این میکروفون اینجا باشه، تمام اینها ایده بوده، یک رویا بوده.
امروز آنچه که از ذهنت میگذره بی ارزش ندون در امور زندگیت برای کارهای خیر. آرزو چیه؟ نیاز چیه؟ حاجت چیه؟ اگر ایمان داری به خدای زنده، بدان که وقتی که این ایمان رو داری، خدا میگه و خواهد شد همان گونه که در گذشته اینها نبود حالا هست. زمان برد. در این مسیر صبر امید اون رو تقویت کرده. ناامید نشو نسبت به امور زندگیت، نسبت به رفع مشکلات زندگیت. ایمان درش قدرت هست. ایمان رو اگر پذیرفتی باید عمل به اون رو قبل از این که بیاد مطابق آنچه که این نویسنده داره اعلام میکنه باید قبول کنی و بپذیری. و بی ایمانی از دیدگاه نویسنده نامه یعقوب این گونه هستش. لیکن به ایمان سوال بکند، یعنی بطلبید نیاز تو، و هرگز شک نکند، یعنی بدبین نباشید. چرا میگم بدبین؟ زمانی که این نامه داره نوشته میشه برای ایماندارا، مانند شما عزیزان که مسیح ایمان دارید، به خدای زنده ایمان دارید، این نویسنده داره میگه به یک ایماندار شک نکنید. کلمه شک اینجا به عنوان یک بدبینی هستش، چون اگر شک بود که ایمان نبود. ما ایمان داریم عیسی مسیح نجات دهنده و خداوند ما هست. ما ایمان داریم در نام عیسی مسیح اجابت دعاهامون هست. پس شک نداریم. چه لزومی داره این نویسنده برای ایمانداران شک بنویسه؟ این بدبینی هست. ما ایمان داریم، اما متاسفانه به جای اینکه در ملکوت خدا که امید و قوت و استقامت هست، از اینجا میایم بیرون، در شهر بدبینی میایم. از شهر خوشبینی جدا میشیم و در شهر بدبینی زندگی میکنیم. و اونجا هستش که من آسیب میخورم. اونجا هست آنچه را که میخوام رو دریافت نمیکنم. خدا هرگز دروغ نگفته. گفت به مسیح ایمان بیار، در نام من بطلب و به تو داده خواهد شد. آمین. اگر این ایمان هست، پس چرا خودمون رو مشغول موضوعاتی میکنیم توی زندگی که ربطی به شک نداره؟ شک نداری تو، اما بدبین شدیم از تجربیات اشتباه گذشته که خود ما میتونسته مقصر باشیم، مهرای اصلی باشیم. این بدبینی در افکار ما کاشته شده. لیکن به ایمان سوال بکند و هرگز شک نکند، زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده، از هدف اصلی خلقت رانده شدی، از کاری که مسیح در کلامش گفت رانده شدی. عیسی مسیح به شاگردانش گفت بروید و ملت‌ها را بشارت بدید، مریض‌ها را شفا بدیم، خبر خوش را برسون، سلامتی و شفا را به اونها بده، دیوار را بیرون کن، معجزه بکن. این کار را میکنیم یا نمیکنیم؟ دو نفر گفتن آمین. حقیقتاً هم فکر کنم همین دو نفر هستن. ببخشید، چون کمتر به من تو کلیسا رجوع میکنن افراد بگن این هفته ما دو نفر رو بشارت دادم ایمان آوردن. دو سه نفر هستید، نمیخوام اسم بگم. کلیسای ما فقط مشکل نداره، خیلی کلیساها مشکل دارن. خدا رو شکر برای تلویزیون که داره خبر خوش نجات رو میده. خدا رو شکر که درهایی باز شده برای اقامت خیلی ها کلیسا میان. اما قرار بر این نبود. قرار بر این بود به عنوان فرزند خدا، اگر من خبر خوش نجات رو شنیدم، باید خبر خوش نجات رو به دیگران بدم. چون کلام خدا میگه این گنجه اینقدر زیاده که تمام فقرا رو میتونه سیر کنه. به داد همه خواهد رسید، به داد من و تو خواهد رسید، به داد دیگران خواهد رسید. پس چرا سکوت میکنیم؟ چرا خجالت میکشیم؟ چرا به فکر آبروم هنوز هستم؟ چرا فکر میکنم حالا این دوره تمام میشه، حالا شاید انقدرم حقیقت نداشت دیگه، اقامتمو گرفتم ول میکنم میرم؟ چرا؟ کجا ایستادیم؟ اگر این خبر خوش هست، با غیرت براش بیست. اگر خبر خوش هست، اگر ایمان داری، چرا مشغول پچ‌پچا میشی بر علیه کلیسای مسیح؟ چرا بر علیه خادم خدا پچ‌پچ میکنی؟ چرا به خاطر عضو کلیسایی که توی اشتباه و گناه هست پچ‌پچ میکنی؟ به جای اینکه اون رو دستگیری کنی، به جای اینکه به داد اون برسی، خادم خدا که بشارت میده، خدا رو خدمت میکنه، پچ‌پچ نمیکنه. اینقدر مشغول خدمت هست که
اجازه به پچ پچ نمیده. حتما قبلا از من شنیدید. به کشیشی میگن گناه میکنی؟ میگه اگه وقتشو بکنم. چرا اجازه میدیم یه وقتی داشته باشیم برای غیبت؟ اون وقت بذار برای بشارت. امروز خدا رو شکر از امکانات و تکنولوژی هم میتونیم استفاده بکنیم. اگر ایمان داریم ما و استوار هستیم، باید ایمان ما میوه بده، محصول خودشو باید نشون بده. هر کجا که ایستادیم خدا میخواد استفاده کنه. دلتون از من نگیره عزیزانی که میان اینجا پرستش میکنید. پرستش قسمتی از خدمتی که شما رو نشون میده. مثل خود من در پنهان چه کار میکنم؟ آیا بشارت میدم؟ آیا خدمت میکنم؟ عزیزانی که اون پشت دارید خدمت میکنید، خدا رو شکر برای وجودتون. چه کار داریم میکنیم؟ کلیسای پرستان مسیح احتیاج داره خبر خوش نجات به دیگران داده بشه. احتیاج از صندلیا همه پر بشه. آیا در لس آنجلس مریض کم داریم؟ آیا در لس آنجلس کسایی که مشکلات و سختی ها دارن کم هستن؟ بسیار هستن. دیروز دوست عزیزی تماس گرفت، گفت یه ایرانی مسلمون هستش و شنیده که سرطان داره و میخواد براش دعا بشه. شما دعا میکنین؟ گفتم البته که دعا میکنم، این خدمت منه. داشتم کلام آماده میکردم، روح القدس مرزمم کرد، گفت کار تو دعاست، من به تو مسح این رو دادم برای مردم دعا کنی. کلام که در این هست، من هرگز زیباتر از این کلام برای شما نمیتونم صحبت کنم. هرگز هرگز کار من این هست که برای دیگران دعا کنم. مسیحی که خدا به من داده. تماس گرفتم با ایشون. وقتی تماس گرفتم براش دعا کردم، یک مسلمان انجیل رو نخونده بود. خوبه چی گفته باشه به من؟ گفت من بنده عیسی مسیح هستم. اصلا من موندم، نه انجیل رو خونده نه چیزی شنیده. وقتی دعا کردم گفت فقط نمیدونم، حس خوبی دارم، من بنده مسیح هستم. قرار هستش که شماها که این قدرت رو دارید ازش استفاده کنید. چرا فکر میکنید فقط واعظین هستن باید دعا کنن، کشیش ها باید دعا کنن؟ خدا از تک تک ما میخواد استفاده کنه. برای زندگی تو تقدیس کن، روی ایمانت بیست، بدبینی آزارت نده. بدبینی نسبت به همه امور، بدبینی فقط این نیست که من به خدا کمش ایمان دارم، نه، نسبت به خواهرت، برادرت، عضو کلیسا. اگر ناراحت هستی بدبینی، بدبینی به هر دلیلی، چون ایمان نداری خدا میتونه اون شخص رو عوض کنه. اگه ایمان داشتی تو دستای خدا میسپردی، غیبتش رو نمی کردی، پچ پچ نمی کردی، کمکش می کردی. برادر آلکس عزیز که اینجا هستن، برادران خیلی خوب و پیشکسوت و همیشه با فروتنی میان کلیسا و میرن، میگه یه روز پیش کشیش های که عزیز بودیم سالها پیش، چند سال پیش میشه آلکس جان؟ 27 سال پیش میگه پیش کشیش های با چند تا خادمین بودیم. میگه یه عزیزی یه دفعه از اومد دوید گفت کشیش های بیاد، کشیش های بیاد اینجا کار دارم. گفت چی کار داری؟ خب بگو پیش همینا. گفت اون خادمت که تو کلیسا خدمت میکنه وای 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 وای. گفت من بهش گفتم چی شده حالا وای 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 وای؟ بعد میگه کشیش های خبر نداری، پشت دیوار داره سیگار میکشه. کشیش های گفت خب اگر خدا به تو اونو نشون داده، داله بر این هست که تو او رو محبتش کنی و کمکش کنی تا دیگه گناه نکنه. داله بر این نیستش که تو غیبتشو بکنی. بعد اون که گناهش روح هست خوش به حالش، وای بر من که گناهم درونم هست و هیچ کس نمیبینه. این درس کشیش هایی که عزیز به اون خادم بود. اینا بدبینی هست عزیزان. در هر امور زندگیت، اون جایی که کلام خدا رو داری میشنوی و تو فکرت باهاش مخالفت میکنی، ببخشید منو، شما بدبینید. شما به کشیشت بدبینی، به این کلام بدبینی، اما فقط نمیگی. عذر میخوام، میشه ریاکاری. اما وقتی که بگی، اعلام بکنی، مطمئن هستی که خدا قادر هست و میتونه همه چیز رو به خیریت تبدیل بکنه، راحت میشی، ریلکس میشی. یک انسان شفا یافته
در ملکوت خداوند در اعتدال زندگی میکنید. هرگز قرار نبود من صحبتم رو فوکوسم رو فقط روی این آیات اول بذارم. فکر نمیکنم امروز این درسمو تموم بکنیم و حقیقتا با هدایت خدا دارم با شما عزیزان صحبت میکنم. پس خواهش میکنم برای جلال نام خدا، برای یک زندگی سالم توجه بکنید روی این کلام. برای اینکه هدف مقدس خلقت رو امروز خدا تو دستای من و شما سپرده تو این کلیسا، دقت بیشتری بکن. هدف کلیسای پرستان مسیح هست که ایران و ایرانیان نجات پیدا کنند. این هدف ما هستش. ثروت و برکت و همه اینا رو خدا بهشون خواهد داد، اما در مرحله اول کار من و شما این هست که اینا نجات بده. پس از بدبینی دور شو. هر حسی که داره تو رو اذیت میکنه نسبت به شرط زندگیت، این بدبینی هست و این بدبینی میخواد مانع اجابت دعای من و تو بشه. باز دوباره این رو میخونم، نامه یعقوب رو. لیکن به ایمان سوال بکند و هرگز شک نکند، یعنی بدبین نباشد، زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست. یعنی ایمان دارم، ایمان ندارم، دعا کردم 2 سال پیش برای فلانی شفا گرفت، ولی الان دعا میکنم برای فلانی شفا نمیگیره. بله اراده خدا میتونه باشه. خب این امروز هم خیلی خوب شده دیگه، این اراده خدا برای ما شده یه درسی دیگه، یعنی تو دستمون مثل یک ابزاریه. میگیم دعا میکنیم، اگه شد خب خدای شکر هاللویا دیگه میشه، اگه نشد اراده خدا نیست. تو کجا میدونی اراده خدا نیست؟ تو کجا میدونی که نقطه ضعف خودت نیست؟ من کجا میدونم؟ چه بسا که هرون من باید زندگی رو تقدیس کنم، چه بسا که من الان تو دام و چاله بدبینی قرار گرفتم، من ایماندار قوی نیستم، روش نکردم، فقط به کلیسا که هر یک شنبه برم یه دالی کنم، یه کلام بشنوم، هاللویا هاللویا، دوباره وارد زندگی رو تقدیس میکنیم یا نه؟ آیا جایگاه درست ایستادیم یا نه؟ فراموش نکنیم 80 میلیون جمعیت و خدا به من و شما سپرده. قرار هست که ما دست به دست هم بدیم ایران آزاد بشه. خدا مطابق فیضش حکمت و خیرت رو به ما داده که با صلح و عشق و محبت ایران رو نجات بدیم. و من و شما وای به حالمون که فوکوسمون مشکلات زندگی خودمون فقط باشه. وای با حالی که کلیسا از نظر فاینان شاید داریم میبینیم توی فشار هستش، از نظر مالی توی فشار هستش، بگیم به ما چه مربوطه. خدماتی لازم هست، خلهایی توی کلیسای پرستان مسیح هست، ولی ما کاری به اون نداریم. شاید بعضیامون به اسم و رسم خدمتمون دیگه اکتفا کردیم. من این خادم هستم دیگه هیچ کاری نمیکنم. همه ما، پولس رسول میگه باید به خدا جواب بدیم، منم باید جواب بدم. من ایمان دارم خدا منو به این سرزمین آورده و میزبان من هست. یک روز گرسنه نخواهم بود، یک روز خدا منو ترک نخواهد کرد، چون خدا به من گفته. اگر خدا به شما گفته بایستید برای خداوندتون، بایستید برای جلال خداوند. هیچ کاری هم نمیتونید بکنید، لطفاً دعا کنید، در دعا بایستید تا خداوند مطابق فیضش در کلیسای پرستان مسیح کارهای بزرگ بکنه. مریض ها شفا بیابن، هرچند اتفاق داره میفته، ولی ما باید منتظر باشیم مردگان نیز زنده بشن، مردم مردگانشون رو بیارن توی کلیسا. این چیزی نیستش که بعید باشه، خوشخیالی نیست عزیزان، این خوشبینیه. در هفته های آینده حتما دربارش بیشتر صحبت خواهیم کرد. بانکه در کناری که داشت توی جلسه صحبت میکرد و موعظه میکرد، یک دفعه بهش خبر میدن یک جنازه رو آوردن توی کلیسا. بانکه خیلی ناراحت میشه، میگه چرا جنازه رو توی کلیسا آوردید؟ این جنازه کشیش بود که بر اثر تصادف مرده بود و 2-3 روز هم بود که مرده بوده و بدنش هم نیز مطابق اون رسم و رسوماتی که داشتن توی آفریقا اومده بودن کفن کرده بودن و تمام خون اونم کشیده بودن. این فیلمش هست عزیزان، این فیلم مستندش هستش روی اینترنت. بانکه میگه اینه برای توی اتاقی. وقتی برن توی اتاق، خانمش میگه من میدونم که خدا میخواد اینو زنده کنه، چون خدا به همسر من رویاها داده. و بانکه شروع میکنه دعا کردن و اون کشیشی که توی تصادف کشته شده بود زنده میشه. فیلمش هست، برید ببینید. من معمولا تو موعظه این چیزا رو نمیگم، چون میخوام اسناد داشته باشیم، سند داشته باشیم، توی کلاس ها میگم، اما برید لطفا ببینید هست چنین چیزی. مسیح نیز از من خواست این کار رو کنیم. درسته که امروز ما میریم
انسان‌هایی که به ظاهر زنده هستن اما درونشون مردن رو زنده می‌کنیم با فیض خدا. اما خدا از ما می‌خواد حتی مرده‌ها زنده بشن، مریض‌ها شفا پیدا کنن. وقتی که می‌شنویم یک نفر مریض هست، لطفاً کجاست؟ آدرسش کجاست؟ خونش کجاست؟ به من زنگ بزنید، با هم دیگه میریم دعا میکنیم، به همسرم زنگ بزنید، به خادمین کلیسا زنگ بزنید. اینا خادمین کلیسا هستن، ازشون استفاده کنید، باید ازشون استفاده کنید. و اینها خوانده شدن برای این خدمت. اگر شما استفاده نکنید، خب مثل این هستش که خداوند به شما برکتی رو میده، از اون برکت استفاده نمیکنید. خادمین کلیسا برکت کلیسا هستن. تماس بگیرید، شما تلفن‌هاشون رو بگیرید، باید این کارو بکنن. در غیر این صورت چرا خادم خدا هستن؟ شدن که شما رو خدمت کنن، مردم ایران رو خدمت کنن. و این شما هستید که میباید از این فرصت خوب استفاده کنید. باز میخونم براتون: لیکن به ایمان سوال بکنید و هرگز شک نکند، زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم میشود. زیرا چنین سخن شخصی گمان نبرد که از خدا چیزی خواهد یافت. پس نگو اراده خدا نبود این شخص شفا نگرفت. کجا میدونی اینقدر محکم میسی؟ حتما گاهی اراده خدا این هستش که رسول دیگه شفا پیدا نکنه، بره آسمان راحت شه. چرا خدا نکنه؟ بله. اما همیشه این گونه نیستش که ما دعا میکنیم باز تو سختی و مشکلات هستیم. زندگیمون رو باید تقدیس کنیم. زندگی تو تقدیس کن. و اعلام میکنه مرد دو دل یعنی ایماندار، ایمانداری که دو دله، ایمانداری که ایمان به مسیح داره، هنوز بدبینه. میگه من آخه من شایسته نیستم. اشتباه میکنی، خدا تو رو برای شایستگی خونده. مرد دو دل در تمام رفتار خود ناپایدار هست. در تمام رفتارش، واو، من ایماندار هستم، من میگم ایماندار هستم، من غیبت میکنم، من ناپایدارم در ایمانم، چون میدم ایماندار نباید غیبت کنه. آمین. چند نفر آمین میگیم؟ آمین. 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 اعلام کن با قدرت، اعلام کن که دیگه غیبت نکنیم. من ایماندار هستم، مطمئن نیستم فلانی که 100 بار منو اذیت کرده بازم عوض میشه، بازم تبدیل خواهد شد. نه نه نه، فکر نمی کنم، این بارها سر من کلا گذاشته، دیگه بشه بخشیدمش ولی بهش اطمینان ندارم، کارش ندارم، بعد دوباره پش پش میکنم. این بدبینی من هستش. کجا ایستادیم؟ اگر ایماندار هستی، آرزوهای دل برای خودت داری، برای دیگران دعا میکنی، در ابتدا بیا این مبانی رو بردار. حاضر هستی مبانی رو برداری؟ نمیخوام خیلی طولانی صحبت کنم امروز، چون اصلا هدایت هم نمیشم طولانی صحبت کنم. دوست دارم این کلام رو بذارم برای قسمت دیگه با هم دیگه کار کنیم، ولی بیشتر میخوام با هم دعا کنیم. شما اومدید اینجا از قدرت خدا پر بشید. بسیار واعظینی هستن که 1000 برابر بهتر از من صحبت میکنن. چه تأثیری گذاشت؟ اونها معروف شدن، اونها پولدار شدن، ببخشید، اونها مشهور شدن. ما چی شدیم؟ خدا به ما رایگان داده روح خودش رو، قدرت خودش رو رایگان داده. خدا شفا دهنده است. آمین. مسیح شفا دهنده است. آمین. اینجا خانه مسیح هست. آمین. و مسیح میخواد ما رو شفا بده. مسیح میخواد فکر ما رو اول شفا بده. اگر با ایمان اومدی، شروع کن با دلسوزی برای اینها دعا کردن. اگر با ایمان اومدی، مطمئن باش که خدا صدای تو رو میشنوه. خودتو سرزنش نکن. تو خودتو سرزنش چرا میکنی؟ چرا میگی من شایسته نیستم؟ تو شایسته هستی، نه به خاطر اعمالت، نه به خاطر رفتارت. تو شایسته هستی به خاطر فیض خدا. آمین. از خادمینی که اطراف هستن لطفا میخوام دست بر عزیزان بگذارن. خود شما ها میتونید دست بذارید. هاللویا. کوشی کرده سیمین قدوس 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 قدوس. هاللویا 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 هاللویا. ای پدر عزیزم، حقیقتا ممنون شکرگزار هستیم ای خدا قدوس، ای پدر عزیزم که تو مطابق فیضت عمل میکنی. ای پدر جان، ایمان دارم ای روح القدس عزیزم حضور تو اینک اینجا هستش. از تو میطلبم در نام عیسی مسیح، ای پدر، این دستان تو باشه که بر عزیزان قرار بگیره. در نام عیسی مسیح
هاللویا روشی کرنسین در نام عیسی مسیح بشوره خداوند، بشور هر نوع ضعف رو پدر جان، بشور هر نوع مریضی رو در نام عیسی مسیح. با ایمان دریافت کن، اگر چیزی در ذهنت هست که داره با تو میچنگه اون رو تسلیم مسیح کن. هاللویا گوش کرنسین، خداوند میخواد خلقت تازه‌ای به تو بده، میخواد دوباره اعلام کنه تو از نو فرزند من شدی. هاللویا کولا شکر لسینین قدوس 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 قدوس. اعلام کن با ایمان دریافت میکنم در نام عیسی مسیح سلامتی و شفا رو. اعلام کن، اعلام کن. اگر اعلام نمیکنی ببخشید منو، بازم بدبینی و اعلام کن لطفا. هاللویا کولا شکر لسینین قدوس قدوس قدوس. هاللویا. شاید خیلی از ما هستیم که افکارمون مریض شده، روانمون مریض شده، آسیبایی که خوردیم. از خدا بخواد، چه اونهایی که ایستادید دارید دعا میکنید برای عزیزان و چه اونهایی که زانو زدید. اگر فکرت مریضه، اگر امروز تو بلند شدی به جایی که در حضور خدا بری، رفتی در حضور افکار پریشانت، وضعیت زندگیت، حتی وضعیت زندگی مالیت، خدا قادر هست، خدا میخواد، خدا میتواند زندگی ما را تبدیل کنه به خیریت. خودش قول داده در رومیان 8:28، خدا قادره و میخواد. با ایمان بپذیر. پس اول من و شما باید شفا بگیریم، فکرمون باید شفا بگیره، احساساتمون باید شفا بگیره. هاللویا کوله شفا بس. هاللویا شکری بدنش، شکری بود. میتونم بشنوم؟ یکی یکی اعلام کنید، با ایمان اعلام کنید که شفا رو دریافت کردم. اعلام کن. نمیخوام شعار بازی کنیم، نه اینجا نمیخوام کسی شعار بده. و یه دعا کن، اگه قلبت گواهی میده به این میگن ایمان. باید قلبت گواهی بده. اگه قلبت گواهی نمیده بگرد دنبال علت بدبینید، چه اتفاقی برای تو افتاده. برای توی ایماندار که سالهاست ایمان آوردی، اما شک میکنی وقتی برای خودت دعا میشه، وقتی برای دیگران دعا میشه. اگه شک میکنی پس شک کنی مسیح زنده است. اگر ایمان داری مسیح زنده است، ایمان داشته باش که خداوند با توه، خدا میخواد و خدا میتونه زندگی تو رو عوض کنه. پس شروع کنید اعلام کردن، اعلام شفا کن، اعلام کن که در نام عیسی مسیح من شفا گرفتم. اعلام کن، هاللویا. شروع کن اعلام کن، نترس. آمین آمین آمین. اعلام کن، هاللویا. آمین آمین. کوشی کرالسین، هاللویا هاللویا. با ایمان اعلام کن. و شماهایی که وایسید اینجا اعلام کنید عیسی مسیح خداوندم، ما ایمان داریم تا اینها را شفا دادید. اعلام کنید لطفا، اعلام کنید. هاللویا هاللویا. اعلام کن، اعلام شفاعت بکن. هاللویا کولاشی کرالاسین، هاللویا هاللویا. خدای قدوس، هاللویا پدر عزیزم، حقیقتا ممنون شکرگزار هستیم ای خداوند برای شکرگزاری ها، شکرگزار هستیم ای خداوند برای ایمان هایی که به ما دادی، شکرگزار هستیم برای شفاهای پدر جان. هاللویا. لحظه بیستیم لطفا، همونجور که هستیم دستای همدیگر رو بگیریم، دستای همدیگر رو بگیریم. وقتی که دست خواهر و برادرتو میگیری بدون دست مسیح رو گرفتی، مسیح دستشو به تو داده. از مسیح چی خواستی؟ اگر مسیح کنار تو هست و جونشو برای من و تو داده، اگه سلامتی بخوای بهت نمیده؟ اگه عیسی مسیح گفت دشمنان خود رو محبت کنید، آیا خودش من و شما که امروز شایسته نیستیم رو محبت نمی کنه؟ آمین که محبت می کنه، آمین که محبت می کنه. هاللویا کولا شکر نسیم، هاللویا هاللویا هاللویا. لطفاً چه در دل و چه به زبان اعتراف کن. خداوندا اعلام می کنیم که تو یگانه پسرت خداوند عیسی مسیح رو بر روی زمین فرستادی
و بهر گناهان ما روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد و به ما قول داد هر آنچه که در نام عیسی مسیح از او بطلبیم او به ما خواهد داد. به یاد داشته باشه ای خداوندا، این وقتی که متعلق به تو هست، ما در یکدلی در کنار هم ایستادیم، نه به شایستگی خودمون بلکه به فیض تو، از تو می طلبم در نام عیسی مسیح تمام دعاها و آرزوهای امروز ما رو با فیضت اجابت کن و نام تو جلال یابد، غیرت تو در ما قرار بگیره تا بریم می خداوند بر مریضان دست بگذاریم تا شفا یابند، سخن بگیم تا مردم نجات یابند، و همه اینها را در نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت.